بعد این مسکن شهرسازی با ماشینش اومد تا این تهه. موضوعی که دوستان مد نظرشون بود در رابطه با این جاده و اتفاقاتی که اینجا افتاده در رابطه با در حقیقت درخواستی که ما احتمالاً از طرف شورا ارسال بکنیم برای مسئولین محترم از جمله منابع طبیعی، شهرداری همدان، جهات کشاورزی، راه و شهرسازی، برای اینکه این ساخت و سازهایی که اینجا هست روند تایید و تصویب اتفاقات اینجا رو ما سوال بکنیم، بحث مجوزاتش، حد و حدودها، اینکه مثلا خب ما بدونیم که آیا اینجا اجازه گسترش بیشتر از این داره، چه برنامه‌هایی قرار هست توش اتفاق بیفته، آیا در همین حد محدود میشه یا نه قرار گسترش بیشتری بکنه. اینا جزء برنامه‌هایی بوده که حالا ما با استارت این مسیری که اتفاق افتاد داریم پیگیری می‌کنیم که انشالله به جواب برسه و ما بدونیم که آینده این منطقه‌مون، کوهستان الوند، دره گنجنامه که ریه های شهر همدانه، هوای خوب و مطلوب شهر همدان، آیا ظرفیت، گنجایش و برنامه ریزی براش تا چه حدی میتونه باشه و چقدر ما فرصت داریم به اینجا ظرفیت اضافه تحمیل بکنیم. ما امسال ما سیلاب خیلی شدیدی داشتیم، فیلماش و عکسش رو فرستادن، این یه قسمتی هم از این سیلاب ها که حالا دستی کرد سامون اکسرمون این آنجا هستش. ما 250 تا کامیون خاک از خدمت شما عرض کنند که توی محبته در واقع گنجنامه برگردونیم به اینجا و بی نظیر بود امسال، همین میدونم فیلمش هم هست تمامش بود. خدمت شما عرض کنم که و خاک خیلی زیادی رو شست آورد اینجا کارشناس آوردیم، هر کی گفتیم گفتن هر کسی یه چیزی گفت، آخری نظری که دادن ما اون راهایی که خاک رو میشست اینا گفتن ببندیم، یه کانال اینجا ما زدیم اینجا، یه کانال ما داریم اینجا تا خود رودخونه گنجنامه رفته سه تا موتوری توش میره. الان اگه بخوایم های مهندس هزینه کنیم شاید بگم 3 میلیارد تومان هزینه بشه، الان میخوام چون ما 15 16 سال پیش هزینه شده میشه. میونه بحث جاده اینجا، جاده اینجا طبق آخرین نقشه برداری که شده خب عرض جاده رو توسط مسکن که انجام شده اینجا هستش که الان نشون میدم 12 متر زده، مستندش رو مسکن شهرسازی هست، الان ملاحظه بفرمایید ببینید اینجا بله 12 متر زده، علی رغم اینکه دوستان اشتباه نمیکنن یعنی یه سوء تفاهم پیش اومده من حق بهشون میدم، فقط دلیلش اینه که یه مقدار سابقه قبلی رو نداشتم. حالا ما الان میریم پایین نگاه میکنیم، ارتفاع اون درخت‌ها تقریبا 3 متر پایین ارتباطی که توی عرصه خودمون هست سیستم همین هست. اون قسمت ترانشه بود، یعنی ما نیامده بودیم خاک آمدی خاک آورد خاک زیاده که یه قسمت شما آورد نیست. الان شما برید دیگه قشنگ مشخصه اختلاف سطح جاده با درخت سه متر، اون قسمت یک متری از اون خاک آمد اونجا به نمیتر به جاده. الان میریم نگاه میکنیم 3 تا 4 تا ترانشه آب هستش، با زمین اگر نودل زده باشه باید چیکار کرد؟ شاید برش خورده باشه، اینم کاری نیست که انشاءالله بخوام درست کنم. اگر جایی چشون رو خب باشه ماست و این شنوماسه ها اینجا بوده قبل از چیز قبل از که اصلا بوده چیز مشخصه دیگه، این شنوماسه رو که ما نمیتونیم زمینسان رو کنیم باشه دانه‌بندی این شنوماسه ها هر مهندسی بیاد اینجا مشخصه ماسه و نخوردی و بادامی برای خطمون ما هر سال یه ترمیمای باید انجام بدیم و توی بهار که استاندارد میاد استاندارد ما رو بده که امسال خود به خاطر بارندگی دیر شد. بعد اینو میگن الان شما میخواسته زیرسازی کنی جاده آسفالت بدی، آیا من دکتر بلاخ ما الان 3 سال لکگیری آسفالت توی محوطه رو نمیتونم انجام بدم، از اینش نمیتونیم بدیم، آخه آسفالت چه مرافعی برم. و من میخوام بگم که بحثی که الان من دارم اصلا بحث چیز نیست، من میپذیرم هر جمعه اشتباه شما رو میپذیرم احترام میذارم. ما الان 40,000 تا درخت اینجا کشتیم، به خدا اینجا خاکش عکس هوایش هست من نگاه می‌کنم، خاکش یه خاک خیلی مرده بود که گلدان درست کرده برای هر درخت. شما الان از این جاده که اگه برید این مشخص درخت اینجا بید. ما تمام فرسایش خاک منطقه خود رو گرفتیم، نزدیک 15-16 تا سنگ دوختیم این را پایین باشه که ما ربطی نداشته خدا بی خطراتش بود. ما آنچه که عقلمون رسیده 15-16 تصفیه خونه فاضلا مدر اولین بار ما پارسال زدیم تصفیه خونه فاضلا مدر، خب سپتیک هم داشتیم علی رغم که سپتیکش بود دقت بیشتری داشته باشیم.
خدمت شما عرض کنم اون چی که زیست محیطی، اون چی که تعهدات ما بوده، اون چی که چی بوده توی اون بحث در واقع مطالعات بوده ما انجام بدیم، به نظر خودم بیشتر انجام میمونه درخته اینجا. ببینید درخته اینجا رو اشتباهن یا درست من نمیدونم، ما این درخته اینجا رو گفتیم یه کار خوبی انجام بدیم، الان میگن آقا کار غلطه، چشمش بکنم هیچ چیزی نداریم. من به یکی از دوستان آقای لشکریت، دوستان قدیم من ارادت دارم، گفتش آقا اینجا شما گفتم همین فردا صبح تلگرامی هر چک شما دفتر کنه بریم میبیسیم ما یک منافعی داریم، ما مخواد چه منافعی مخواد داریم من داشته باشم اون درخت. ما به نظرمون به ما گفتن که آقا اینجا رو بگیره خاکی میگیره، یه دونه سیلمند هم اونجا بسته میگه بکت شاید بزیم سیل الان بریم بالا اصلا یعنی یه روتونه درست کرده میشه. دلیلش هم اینه که ما سالی عددهای خیلی زیاد هزینه میکنیم برای جمع‌آوری خاک. ما بررسی کردیم، بازدید کردیم، بله تخریب حتما شده، چقدر شده آقا، چقدر مستند قانونی داره، آیا مجوز داشتیم نداشتیم، اینا بماند. ما یه جلسه میذاریم با مسئولین زیرفت قضیه میشینیم صحبت میکنیم، هر کاری آقا طرح میخواد، هر کاری باستی مشاوره داشته باشیم، ما اجازه بدید اینا رو بنشینیم با هم صحبت بکنیم. اگر بحث گردشگری یه آیتم‌های خاص خودشو میطلبه، اگر بحث کوهنوردی یه آیتم‌های خاص خودشو میطلبه، شما اجازه بدید با دستگاه‌های متولی که آقای حسینی هستن، آقای خزایی بزرگوار هستن، دوستان میراث هستن، همه اینا ما به یه نشستی داشته باشیم. نتیجه و خروجی نشست اگر محمل قانونی نباشد یقینا دیوان محاسبات ورود پیدا خواهد کرد و ما واخواهی میکنیم، با کسی هم رو در واسی نداریم.